کلام خدا ما رو تشویق میکنه که او رو با ساز و آواز بپرستیم. من جیلبرت هستم، مجری این برنامه. در برنامه ساز و پرستش هستیم و میخواییم خدا رو با همدیگه بپرستیم. در این برنامه شما میتونید اشعار یا سرودهایی رو که نوشتین رو بفرستید و ما بعضی از اونها رو اجرا خواهیم کرد، و یا میتونید صدای خودتون رو ضبط بکنید و به صورت MP3 اون رو به ما بفرستید و بعضی از اونها رو ما پخش خواهیم کرد. خدا شما رو برکت بده. بیایید با همدیگه خدا رو بپرستیم. بیایید خدا رو بپرستیم با هم، چرا که او شایسته هست. عیسی سرور و شاهم، عیسی سرور و شاهم، بخشیدی گناهانم. عیسی سرور و شاهم، با خونت آزادم. عیسی مسیح صخره نجات، زیربنای زندگیم. گر طوفان ها آیند، گردباد ها خیزند، در تو پایدار خواهم ماند، در تو پایدار خواهم ماند. عیسی سرور و شاهم، فیضت هر جا نمایان. عیسی سرور و شاهم، عشقت کردی عیان. عیسی مسیح صخره نجات، زیر بنای زندگیم. گر طوفان ها آیند، گرد باد ها خیزند، در تو پایدار خواهم ماند، در تو پایدار خواهم ماند. با قوت و با ایمان، با فکر و روح و روان، می پرستمت با تمام جان. همه با هم با صدای بلند، با قوت و با ایمان، با فکر و روح و روان، می پرستمت با تمام جان. یک بار دیگه، با قوت و با ایمان، با قوت و با ایمان، با فکر و روح و توان، می پرستمت با تمام جان. آمین. خدا رو شکر میکنیم به خاطر این فرصتی که میتونیم با تمام جان، با قوت، با ایمان، با روح و روان خدا رو بپرستیم. اگه ما بخوایم تمام کتاب مقدس رو در یک جمله خلاصه بکنیم، عیسی مسیح این کار رو کرد، لازم نیست ما این کار رو بکنیم. برای ما یک جمله خلاصه کرد و گفت که این هست، تمام شریعت در یک جمله آمده هستین. محبت کن خدا رو، محبت بکن مردم رو. خداوند خدای خود رو دوست بدار با تمام جان، با تمام دل، با تمام روان، با تمام قدرت و قوت، و همسایه خود را نیز مثل خود محبت نما. یعنی در ملکوت و پادشاهی خداوند، پادشاه مهمترینه، محبت کردن او، و بعد مردم، و بعد خودمون هستیم. پس تمام داستان مسیحیت در مورد محبته. خدای محبت، خدایی که خودش محبته، منشأ عشق. عیسی مسیح خدایی بود که در جسم ظاهر شد و جان خودش رو برای ما داد، و برای همین ما هم او رو میپرستیم، چرا که او شایسته پرستش است. و چون که عیسی مسیح جان خودش رو به خاطر ما داد، ما مجبور نیستیم به جهنم بریم به خاطر گناهانمون. اگه به او ایمان بیاریم، از گناهانمون آزاد هستیم، از لعنت گناه آزاد هستیم. این مژده هست، مژده انجیل، یعنی خبر خوش. و به خاطر این خبر خوش ما باید شادی بکنیم و بپرستیم. بیایید یک بار دیگه این کار رو بکنیم. عیسی سرور و شاهم، بخشیدی گناهانم. عیسی با خونت آزادم. و من واقعا این جمله رو خیلی دوست دارم که میگیم زیربنای زندگیم. عیسی مسیح اگه زیربنای زندگی تو باشه، زندگی تو به این راحتی ها نمیپاشه. و مسلما زندگی روحانی بیشتر منظورم هست. و حتی طوفان ها، گردباد ها اگه بر بخیزند، تو پایدار خواهی بود.
عیسی سرور و شاهم، بخشیدی گناهانم. عیسی سرور و شاهم، با خونت آزادم. عیسی مسیح صخره نجات، زیر بنای زندگیم. گر طوفان ها آیند، گر بادها خیزند، در تو پایدار خواهم ماند، در تو پایدار خواهم ماند. عیسی مسیح صخره نجات، زیر بنای زندگیم. گر طوفان ها آیند، گر بادها خیزند، در تو پایدار خواهم ماند، در تو پایدار خواهم ماند. با قوت و با ایمان، با فکر و روح و روان، می پرستمت با تمام جان. قوت و با ایمان، با فکر و روح و روان، می پرستمت با تمام جان. با تمام جان او رو میپرستیم، او شایسته هست. کلام خدا در کولوسیان باب 3 آیات 15 تا 18 رو میخونم، اینطور میگه: و سلامتی خدا در دلهای شما مسلط باشد، که به آن هم در یک بدن خوانده شده اید و شاکر باشید. کلام مسیح در شما به دولتمندی و به کمال حکمت ساکن بشود. این دعای ما برای شما هست عزیزان. و یکدیگر را تعلیم و نصیحت کنید به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی، و با فیض در دلهای خود خدا را بسرایید. و آن چه کنید در قول و فعل، همه را به نام عیسی خداوند بکنید و خدای پدر را به وسیله او شکر کنید. این تا آخر آیه 17 بود. چقدر زیباست. من اینجا یک نکته ای رو میخوام برای شما بگم. میگه برای همدیگه سرود بخونید. خیلی وقت ما فکر میکنیم فقط سرود خوندن برای خداونده، ولی اینجا یکی از اون جایی است که میگه یکدیگر را تعلیم و نصیحت کنید و به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی و فیض در دلهای خود خدا را بسرایید. یعنی میگه هم برای خداوند میسرایید، هم به همدیگه تعلیم و نصیحت میکنید و تسبیح و سرود میخونید. این سرودهایی که ما امروز میخونیم و با همدیگه میخونیم و امیدوارم که با ما همصدا میشید و میخونید، اینها برای همدیگه هم هست و در یک بدن خداوند میگه که ما رو جمع کرده. ما یک بدن هستیم و خداوند عیسی مسیح سر این بدن هست، سر کلیسا هست. کلیسا میخونه، کلیسا در تلاش هست، برای سر هست همه کارها، ولی در این حال برای همدیگه هم هست. ما به همدیگه هم فایده میرسونیم وقتی پرستش میکنیم. پس همطور که یکی از دوستان من میگفت من چرا باید با صدای بلند دعا بکنم جیلبرت؟ من دوست ندارم با صدای بلند دعا بکنم. و من به شعبم این بود، گفتم عزیز من، تو وقتی دعا میکنی شاید یک نفر دیگه در اون جمع هست که میخواد بگه خدای تو رو دوست دارم، ولی کلمات درست رو پیدا نمی کنم. و تویی که دعا میکنی انگار از طرف اون برادر داری دعا میکنی یا از طرف اون خواهر داری دعا میکنی. برای همین به اون شخص میچسبه، میگه آمین در آخر دعا. یعنی این دعای من بود، منم همین دعا رو کردم. پس حتی دعاهای ما هم گرچه برای خداوند هست، اشتباه نفهمید، ولی در این حال باعث بنای کلیسا و این بدن هم هست. ای یار جان فشانم، امید زندگانی، عیسی محب جانم، همدرد و مهربانی.
زندگانی، عیسی محب جانم، همدرد و مهربانی، بیتاب و بیقرارم، جز تو کسی ندارم، زان ره سوی تو آیم، غمخوار بی کسانی. آنگه که خسته باشم یا دل شکسته باشم، از تو گسسته باشم، آغوش خود گشایی، آغوش تو پناهم، درمان عشق و آهم، بگذار که تا بیایم، آرام جسم و جانی. دریای زندگانی توفانی است و دانی، لیکن نترسم آنی، چون تو بران روانی. این روح سرکش من، قلب مشوش من، این طبع ناخوش من، درمان آن تو دانی. آنگه که خسته باشم یا دل شکسته باشم، از تو گسسته باشم، آغوش خود گشایی، آغوش تو پناهم، درمان عشق و آهم، بگذار که تا بیایم، آرام جسم و جانی. آمین آمین. خدا را شکر که خداوند آرام جسم و جان ما هست. در همین رابطه خواهری هستند که از انگلستان، رویان نوروزی، شعر بسیار زیبایی فرستادن که در همین رابطه است که انسان در یک سری در به دری هاست، در یک سری غم ها و غصه هاست، و این رو توضیح میدن و بعد آخر میگن که عیسی مسیح راه چاره هست. آمدم با کوله باری پر ز غصه، دستم از هر چاره ای ناچار شسته، از کجا بخت خوشم یابد نشانی، تو به من ده ای خدا راهی نشانی. روح خسته چشم بیرونق‌تر از شب ناامید، و دل زده در سوز و در تب، از در و دیوار دنیا غم سرازیر، جان من خسته نشسته در سرازیر. من نمیدانم تب و سوزم چرایی، کی خلاصی یابم از دست بلایی. میزنم در ای خدا، من بر سرایت باز آوردم فغانم را برایت. گفتند عیسی خدای نادمان است، گفتند آرامی عیسی مدام است، گفتند تو میگشایی در به رویم، میزنم در، میزنم در تا بجویم، میزنم در تا گشایی تو به رویم، بر نخیزم تا بتابی تو به رویم. چقدر زیبا بود، خیلی حرفه‌ای بود واقعا، بسیار زیبا درد انسان رو شما خواهر رویا توضیح دادین و واقعا هم همینطوری هست. و فقط یک در هست که ما میتونیم بزنیم که باز میشه، و عیسی مسیح گفت من در هستم. من میخوام بند اول رو و بندگردان رو یک بار دیگه بخونیم. جان فشانم، امید زندگانی، عیسی محب جانم، همدرد و مهربانی، بیتاب و بیقرارم، جز تو کسی ندارم، زان ره سوی تو آیم، غمخوار بی کسانی. آنگه که خسته باشم یا دل شکسته باشم، از تو گسسته باشم، آغوش خود گشایی، آغوش تو پناهم، درمان عشق و آهم، بگذار که تا بیایم، آرام جسم و جانی. آمین آمین.
آرام جسم و جان خود عیسی مسیح است. و ما در این بندگردان کوتاهی که میخونیم میخواییم بگیم بردار تمام شکهایم، بردار ترسهایم، بردار تا تو را ستایم. بردار بردار شکهایم، بردار بردار ترسایم، بردار تا تو را ستایم. بردار بردار دردهایم، بردار شرم و گناهم، بردار چون توی چاره هم. در شب تارم تو نور هستی، در ضعف ها قادر هستی، ای خداوند شاه و دوستم، با لمس تو تازه گردم. بردار، بله ای خداوند، دعای ما این هست که برداری تمام شک ها رو، تمام درد ها رو، تا بتونیم تو رو بپرستیم. بردار هللویه، بردار بردار شک هایم، بردار بردار ترسایم، بردار تا تو را ستایم. به خداوند بگو این دعا رو بکن. بردار بردار دردهایم، بردار شرم و گناهم، بردار چون توی چاره هم. هللویا. در شب تارم تو نور هستی، در ضعف ها قادر هستی، ای خداوند شاه و دوستم، با لمس تو تازه گردم. بردار بردار در نام عیسی مسیح. آمین آمین آمین. خدا را شکر. برادر روژیا از هلند چند شعری فرستادید. برادر روژیا، خدا برکتتون بده، یکی از یکی زیباتر، و ملودیش هم فرستادید و خوندید با صدای خودتون، و ما یک قسمت کوچیکی از صدای شما رو پخش میکنیم و بعد همون سرود رو با هم دیگه میسراییم. ای خداوند روح تو دارم و آزادم، در دلم حق کلامت است و من شادم. ای خداوند روح تو دارم و آزادم، در دلم حق کلامت است و من شادم. پر بودم ز گناه، بخشیدی تو مرا، گفتی تو هم بیا نزد من. بخشیدی تو مرا با کارت بر سلی، شکرت گویم عیسی. بسیار زیبا بود برادر روجی، خدا برکتتون بده. عزیزان بیایید همین سرود رو با هم دیگه بخونیم. ای خداوند ز کرم بهر من داده ای، فرزندت شکر تو گویم من. آه عجیب است لطف تو، شیرین است عشق تو، و از محبت که نگویم. ای
ای خداوند روح تو دارم و آزادم، در دلم هر که کلامت از تو من شادم. ای خداوند روح تو دارم و آزادم، در دلم هر که کلامت از تو من شادم. مرد بودم ز گناه بخشیدی تو مرا، گفتی فرزند تو بیا نزد من. بخشیدی تو مرا با کارت بر صلیب، شکر تو گویم عیسی. ای خداوند روح تو دارم و آزادم، در دلم حق کلامت از تو من شادم. ای خداوند روح تو دارم و آزادم، در دلم حق کلامت از تو من شادم. پر کن جان مرا از روحت ای پدر، هستم تشنه روحت عیسی. جلال بر تو پدر، شکرت بهر پسر، روح قدوس هللویا. ای خداوند روح تو دارم و آزادم، از دلم حق کلامت از تو من شادم. ای خداوند روح تو دارم و آزادم، در دلم حق کلامت از تو من شادم. تو دارم و آزادم، در دلم حق کلامت هست و من شادم. ای خداوند روح تو دارم و آزادم، در دلم حق کلامت هست و من شادم. شکر شکر، بسیار زیبا و عالی. خدا برکتتون بده برادر. چندی قبل در مورد گناه صحبت کردیم، عذاب وجدان و اینکه چطور ما احساس بدی داریم وقتی که یک کار اشتباهی انجام میدیم. عیسی مسیح نه فقط اومده ما رو از گناه آزاد بکنه، بلکه از احساس گناه آزاد بکنه، از اون عذاب وجدانی که داری اومده تو رو آزاد بکنه. و فقط از طریق خون عیسی مسیح است که ما میتونیم آزاد باشیم، میتونیم پاک باشیم، میتونیم مقدس باشیم. بر حسب مراسم یهود و اون چیزی که خداوند به قوم یهود داده بود، این قوم باید قربانی انجام میدادن، که ما ایرانی هم اتفاقا، ما شرقی ها به طور کلی این جریان قربانی رو از یهودی ها برداشتیم و قربانی انجام میدیم. و اون موقع به این صورت بود که خون اون بره بیگناهی که ریخته میشد کفاره گناهان تو بود. یعنی تویی که گناه انجام داده بودی میگفتی خداوند من چیکار باید بکنم، خدا میگه که جریمه گناه مرگه، بعد مرگ باشه، میگی خدای نمیخوام بمیرم. خدا میگه پس یک بره بیگناه بعد به جای تو کشته بشه. و مسلما عیسی مسیح اومد و گفت من هستم که جان خودم رو برای شما مینهم و خون من کفاره گناهان شما هست. در عبرانیان میگه یک بار برای همیشه عیسی مسیح جان خودش رو داد. و امروز ما عیسی مسیح رو به عنوان بره خدا میشناسیم، بره بی عیب و پاک عیسی مسیح است که اومد. و در واقع اون اتفاقی که در قوم یهود در عهد عتیق می افتاد فقط یک سایه ای بود از اتفاق واقعی که بعد می افتاد. امروز ما در دوره زندگی می کنیم که دیگه لازم نیست خون ریخته بشه، چون که خون عیسی مسیح ریخته شده. فقط یک بند و بندگردان شاید وقت بکنیم از این سرود بخونیم، ولی می خونیم. گر از گناه آزادی میخواهی، در خون عیسی این قدرت هست. گر بر شیطان تسلط میخواهی، در خون عیسی قدرت هست. قدرتی است بی حد معجزه‌آسا در خون مسیحا، قدرتی است بی حد معجزه‌آسا در خونه بره خدا. گر از غرور آزادی میخواهی، در خونه پاکش این قدرت هست. از عادات زشت آزادی یابی، در خونه عیسی قدرت هست. قدرتی است بی حد معجزه‌آسا در خونه مسیحا، قدرتی است بی
عیسی در خونه بره خدا. آمین آمین. در خونه بره خدا عیسی مسیح قدرت هست، و این قدرت نه فقط میتونه تو رو نجات بده از گناهت، نه فقط قادر است اسم تو بنویسه در دفتر حیات، بلکه میتونه تو رو آزاد بکنه از اسارتهایی که درش هستی. و این دعای من و دعای تیم ساز و پرستش است برای شما عزیزان که آزاد باشید، پرستنده باشید، قوی باشید، در مسیح باشید، تا اینکه یک روز با هم دیگه در آسمان خدا رو بپرستیم. خداحافظ.